نشست های پی در صلح افغانستان از قطر تا روسیه و آمریکا همه به دنبال صلح هستند آیا واقعا افغانستان به یک صلح دائمی دست خواهد یافت یا خیر پهلوهای پنهان گفتگوهای صلح افغانستان چیست چقدر تلاش می شود که در دورهای بعدی این گفتگوها حکومت افغانستان به حیث یک طرف این گفتگوها دخیل ساخته شود و در اخیر هم آیا نتیجه نشست مسکو جنبه عملی و اجرایی خواهد داشت یا خیر در گفتگوی بیشتر با آقای محمد محقق سلام آقای محقق ممنون از به سلام بر شما تشکر نتیجه دیدار و از گفتگوهای صلح در نشست مسکو با طالبان چیست بسم الله الرحمن الرحیم و به استعین درود و سلام بر شما و تا کارکنان تلویزیون طلو سلام بر ملت عزیز مشان افغانستان درود بر واش اسلامی و دوره دموکراسی باید ارز کنم که اصولا اول ما باید نحوی نگرش به صلح را باید درجابی کنیم که نگرش ما در باره صلح چی هست و چه کسان باید مذاکره و صلح انجام بده و چه کسان باید را حمایت بکنه یک موضوع است که این نگرش ها متفاوت است و دوم این که همی پروسه هایی که آغاز شده در باری ازی باید آدم روشنایی داشته باشه که پروسه ها به یک جا منتهی میشه یا در تصادم با هم است و آیا کسانی که به پروسه ها یعنی ملتزم میشن که کار بکنن اینها چی مسائل رو دنبال میکنن اینی بحث‌های اساسی است که باید به این پروسه سال نگاه کرد. حکومت وحدت ملی چقدر در روشنایی به پیشرفت‌ها و تلاش‌های گفتگوهای سال هست؟ من می‌خواستم میره تشریح کنم که یک نگرش درباره سال ایس ای سو سا یک جانبه بود در گذشته ده چهار سال گذشته و شما دیدید که مذاکرات چهار جانبه بود. مذاکرات چهار جانبه اوریزی بسیاری را ایجاد کرد که ما همون زمان به سفرهای کشورهای سری در قضیه افغانستان گفته بودم و به حکمت هم تذکر داده بودم که مذاکرات چهار جانبه راه به جایی نمی برد بلکه حساسیت را در منطقه اضافه می و اوزار پیچیده تر می زاده. باید این چند جانبه باشد، ده جانبه باشد و کشورهای همسایه ما را به طور عموم شامل شود تا اینو احساس آرامش بکنند و احساس خطر نکنند که بعد اونا یک پروسی دیگر را بندازند و همین یک جانبه حرکت کردن ها بود که حتی بعضی کشورها صدا برامد که با طالبا همکار شدن به او خاطر فکر میکنم که ما باید در پروسه صلح طوری حرکت بکنیم نگریش جامعه داشته باشیم که ما هم کشورهای منطقه را آرام بسازیم راحت بسازیم خیالشان را که اونا احساس نکنند که در پروسه صلح افغانستان منافعی که اونا در همسایگی با افغانستان دارن یا هر کشور در یک کشور دیگر همسایه خود یا در جهان منافع مشروع غیر مشروع دارن اونا منافع مشروعشون باید تأمین شود. ولی آزا ما باید یک صلح را پیش ببریم که هم منطقه و هم جهان راحت باشه یک نگرش هم ما با آمریکا و اروپا و کشورهای دوست که در افغانستان هستن از دور با اناد این مساله همگام باشیم هم کشورهای منطقه را و قدرت های بزرگ جهانی که در منطقه هستن اینا هم نادیده گرفته نشوه و این لاق و های جهانی تقسیم میشه قسمت با طالبا و قسمت با دولت و این بج... ایج نداره و جنگ های نیابتی معنایش باز نمیست موضوع دیگه میشه که پروسه سلحه که آقای خلزاد آغاز کرد بعضی فکر میکردن که پروسه سلحه که به مسکو میره در تقابل با آقای پروسه خلزاد است در حالی که ما این متمم و مکمل پروسه سلحه که اون آغاز کردن میدونیم یعنی هر دو تا پروسه با هم دیگر باید کار کنن اول در مسکو شد و جلسه بعدی هم میگن در قطر است گرچه ما با جزئیاتش وارد نیستم که اونجا کی میره کی نمیره و چه کسانی آیا باز هم تو تناکی میرن یا اینکه این دفعه جامعه میرن این گپ بسیار مهم است اگر در پروسه قطر هم شخصیت های افغانی اونجا دعوت شد همه ایشان اینجا رفتن و طالبان نشستن و جامعه بود فکر میکنم که به نزدیک میشه اگر نیکه باز یک جانب حرکت شد باز میبینیم که قضیه به بست میره آقای محقق مباحث اصلی و عمدی که در نشست مسکو رویو بحث شد و میتونه از هر باشه در گفتگوهای صلح افغانستان کدام موارد بودن؟ حداقل شما به کسانه کسانی که از چهره های سیاسی افغانستان در اون نشست رفتین و با طالبان گفتگو کردین کدام موارد را مد نظر گرفتین و بیان کردین؟ خب اونجا هم گفته شد که شخصیت های افغانی من حیث افغان ها در اونجا اشتراک کردن بدون کدام عنوان را با خود کش کنند که یا نماینده دولت باشه یا مثلا معاون اجرایی یا کدام رئیس یا کدام وزیر یا اینه که نماینده مردم بلکه به عنوان شخصیت های افغان در اونجا رفتن اشتراک کردن و این یک دریچه بر گفتگو باز شد پس شما به عنوان از ریاست جایه و یا از حزب نرفتین؟ من از هیچ جریانی این دولتی و کدام نمایندگی مردم خود ادعا نکردیم بله از رئیس حزب بودیم من حیث یک شخصیت حقی و حقوقی و همچنین کسای دیگه که رفتن به عنوان در هم آمد به عنوان افغان ها اینجا اشتراک کردن امو طرف امی طرف فلحاظا ما در این مسئله فقط یک راه را باز کردیم و دو طرف متخاصمی که زبان تفنگ انتخاب میکردن در مقابل هم دیگر زبان گفتگو را آغاز کردن و یک گفتمان بین الافغانی آغاز شد و این یک آغاز نیک است که دیگه جنگ تفنگ کنار بگذاریم و بیایم گفتگو کنیم و یک سری مسائلی که اونجا متوافق شد و نشر شد مسائلی بود که مربوط به عام افغانستان و مربوط به هر دو طرف بود یگان مورد هم که از طالبان یادآوری شدن که اونا دو قسمت برای تحصیلات پروسه سال هست و مسئله بیرون شدنشان از لیست سیاه سازمان ملل بله قای محقق شما که سالهای متمادی در مقابل طالبان جنگیدید و حتی طالبان آقای عبدالالی مزاری رهبرتان را شهید ساختن چرا خواستین که با نماینده این گروه در مسکو بنشینید اگر ما جنگ نمیکدیم که نیاز به صلح نبوده کسایی که با هم جنگ ندارند سول هم ندارند که اونا مذاکره نیاز ندارند مذاکره کسانی میکنند که با هم جنگیده باشند مذاکره و صلح در بین کسانی مفهوم داره که با هم قتال گرفتار شده باشند درست است از ما بزرگترین فاجعه سر ملت ما آوردن طالبا مسئله شهید مزاری ای داغ ناسوریستی که بر همیشه باید مردم ما هستند اما خب یک روز باید به با افغانستان صلح کنیم از اونا هم در بدر شدن اما در سر ما 18 سال اونا مثل مادر در شد روده سر خار شد از اونا هم رهبرایشان کشته شدن و یعنی اونا هم درک میکنیم که از این مسئله این آسیب دیدن ما هم آسیب دیدیم اما دو آسیب دیده ای که در جنگ است نباید با هم صلح کنه ولی حاضر روی مذاکره را باید باز کنیم و با این وطن را باید آرام کنیم حالا حکومت افغانستان هم طرف جنگ با طالبان بوده فکر میکنید چرا کابل در این گفتگوها و تلاش صلح به این زوا قابل مگه من استبد به رای حلق حدیث است. هر که مستبد رای باشه او حلق میشه منظوی میشه حکومت میخواد تنها خودش همه چیز به کلی خود حل کنه چهار تا معمولی که اطرافش مانده اگه شما بخش از حکومت نیستین؟ منظورم از این شما که حکومت گفتین خب حکومت وحدت ملی واضح ساختین که از حکومت کسی نرفتین یعنی اونا نمیخواین که دیگران در کنارشان حضور داشته باشه. جلسه قبلی مسکو شد. مسکو هم از شخصیت‌های ملی و از حزب دعوت کرده بود، نه از حکومت. حکومت جنجال کرد که ما حزب قبول ندارم که بره ما گفتیم که خراب نشود. ما مزرعت خواستیم به روسیه گفتیم که شما همی حال کمی دعوت کردین، حکومت دعوت کنید کمی بوده سال شو. باز ما منتفی شدیم در جلسه قبلی مسکو. حکومت من. حکومت هم واس خودش نماینده روان نکرد یک چهار نفر از شورای عالی صلح روان کرد و هم نه در سطح رهبریش بلکه محدود افراد پایین ترش اونا هم به کشور میزبان برخورد هم به طالبا برخورد و نتیجه ای شد که در جلسه دوبای که رفتن در ابو بود یا دوبای در اونجا بازی حیات حکومت که ماموری حکومت به درقه که شخص های ملی و کلان نبود اونا را سلام میشه نگرفتند. نگرفتن فعلا هزا مسئله در اونجا به میشکل ختم شد این بار اونا که دعوت کردن ما گفتیم که خوب حکومت که خودشم نمیره دیگرم نمیمونه فعلا هزا ما خود تصمیم کردیم این های های افغانستان بریم پروسی بین الافغان را آغاز کنیم و این دعوت هم از طرف افغان هایی بود که مقیم روسیه بودن حالا بدون نشست مسکو فکر میکنید که چرا طالبان نمیخوان با حکومت افغانستان گفتگو کنند این رمز در بین خود طالبا و حکومت هست که چرا حکومت گاهن بر از اونا چالش خلق میکنه و گای اونا بر حکومت یکی از دلایل اون را که میگن این که حکومت افغانستان مشروعیت نداره شما به حیث کسی که خودتان در همین حکومت وحدت ملی هستین و یک بخش هستین میپذیرین این مسئله را؟ ما با دیدگان دیدگاه نیستیم ما در همون جه هم بحث را که امراه طالبا داشتیم در مسکو درباره قانون اساسی ما به سراحت گفتم که قانون اساسی محصول فکر خود دانشمند دا افغانستان است اگر شما میخواین از این کردم اسلام تر بسازین بسم الله بین موارد یاد داشت کن که این خلاف اسلام است ما امور برداریم و اصلاح کنیم با هم و یا این که درباره جنگ میگین مشروعیت جنگ نه شما دارین علیه ما نه ما علیه شما فلاز بین افغانستان با هم دیگر بشینیم و جن... چه کنیم سال کنیم ده این مثلا به همین شکل است یعنی ما حکومت را نمیگیم که حکومت غیر مشروع است برای که حکومت یک حکومت مطلوب نیست برای که حکومت مطلوبی بود که انتخابات شفاف میشد و آقای غنی یا عبدالله بر این دم میشد حکومت جرم می کرد این دور اول ما برنده شدیم دنیا نماند یا حکومت نماند دور دوم با تقلب آمد ما قبول نکردیم در نتیجه یک حکومت وحدتی ملی جور شد حکومت وحدت ملی محصول آرای هر دو طرف است پس شما هم ناراض هستین از این وضعیت از وضعیت البته به طور مطلوب نیست اما بهترین وجه که میتونستیم نگاه کنیم یعنی می حالت است به حکومتی خوب بد از حکومت وحدتی ملی جور شد اما طالبا که میگه این مشروعیت نداره یا خوب منظور شیسته که این دست نشان دست و امریکا مانده اینا در امریکا اون مسئله دیگه اه اه پشت صحنه اگر کدام کاری کرده دیگه اما اون چیزی که پیش آمده خب مردم افغانستان رای داد خوی محققی از مواردی که در بخش گفتگوی صلح با طالبان مطرح میشن نگرانی ها از حبس دستاورت های 18 سال گذشته است. شما خودتان مالک یک رسانه خصوصی هستین و هر از گاه تصویر خانم تانم بر رسانه اجتماعی میگذارین آیا آماده هستین که پس از آمدن طالبان همین دستاورت های هجده سال قربانی شود و بعد شما رسانه خود را شبه ببندین و یا خانم تان حق گذاشتن تصویرش به صفحه اجتماعی نداشته باشه؟ ما در مذاکراتی که میکنیم سر تمام از مسائل بحث میکنیم ما حاضر نیستیم که دموکراسی را قربانی کنیم نه ما حاضر نیستیم حقوق بشر و حقوق زن قربانی کنیم و ما یک نظام میخواهیم که در اون نظام هم اسلام حاکم باشه و هم آزادی بره ملت مسلمان ما باشه آزادی های در چوکات قانون اساسی و ارزش های اسلام بله همین موارد در مسکو شما گفتین بله در اونجا بعضی مواردشان در اون هم آمده و در رابطه با حکومت موقت چه دیدگاهی دارین آقای محقق آیا برای نتیجه بخش ساختن گفتگوهای صلح اگر طرح برای ایجاد حکومت موقت ساخته شود شما میپذیرین اولویت اول مخ انتخابات است ما بر انتخابات آمادگی گرفته را اما اگر یک شرایطی بیاید که مذاکرات صلح مردم افغانستان و از کسایی که در نظام است یا با طالبا یا شرایط جامعه جهانی توری تنظیم شود که برای یک انتخابات عامی که طالبا هم دو باشه و صلح باز بیه اگر یک فیصله شود که یک داریم سرپرست یا بوری یا موقت اگر اگر این کار را پیش ما به او مخالفت نداریم ولی اولویت اصلی ما او هم به شرطی که باز انتخابات منتفی نکنه یعنی اونم یه داره باز انتخابات برگزار کنم و می اداره ثبت نام رای دهندگان بکنم می باز تذکری الکترونیک توزیع کنه بله. در بخش بحث کلان های بحث های کلان مانند بحث گفتگوهای صلح چرا همیشه میان حکومت و شما از چهره های سیاسی یا مشخصتر احزاب سیاسی یک نوع تضاد وجود داره او منشم میگیره از فکر استبدادی آقای اشرف که هیچ تحمل حضوری کسی دیگر را کنارش و تحمل حضور احزاب نداره ولی دقل احزاب تلاش برای نزدیکی با حکومت کردن؟ ما زیاد جلسات با حکومت داشتیم پیش از انتخابات که سیستم انتخابات تغییر به از سنتیوی به امدیار یا پیار و احزاب سیاسی حق رای گرفتن داشته باشه و نظارت بر انتخابات داشته باشه و احزاب مثل بقیه ملل جهان احزاب سنگ بنای دموکراسی باشه ولی آقای غنی فقط دمو خودش مثل افغانستان مثل یک یک, یک مزرعه ای که در اونجا یک سری چزار نگاه دوری شو. اینی میره داره میکنه یک آدم باشه او خلاص دیگه کس حقی گب زدن نداره تلاش های آقای خلیلزاد را و مشخصا ایالات متحده آمریکا را در بخش گفتگوهای سال افغانستان چگونه ارزیابی میکنیم؟ ما از تلاش هایشان استقبال کردیم از تلاش هایی که با مشارکت همه جوانب باشه و حقوق همه جهت در نظر گرفته شود موضوع استقبال میکنیم و در رابطه با پاکستان چی فکر میکنید که پاکستان این بار با چی نیت و چقدر متفاوت تر از گذشته میتونه در بخش گفتگوهای سال افغانستان موثر واقع شود نشانه های پیدا شد که پاکستان این بار کم متفاوت تر عمل کرده باشه که خودش هم وزیر خارجیش در مونیخ گمانو میگه پارو گفته همه که طالب ها آمد سر میز مذاکره نشست اونایی رو به خود نسبت دادن گفتن گرچه طالب هم میگه ما خودمون ما تصمیم گرفتیم آمدیم. ولی گفتن که ما زمینه رو مساعد ساختیم که طالب مذاکره کنه با, با امریکا با دیگه طرف های افغان که اینا اگر تلاش های از اونا باشه ولی اینکه طالب خودشان همی قصد داشته باشه و اونام باشه این یک مثبت است. بله آیا فکر میکنید که پاکستان در صدد گرفتن امتیاز از امریکا باشه در بخش گفتگوهای صلح و یا کمک به حکومت افغانستان در بخش گفتگوهای صلح طبعا دنیا دنیای تعامل است و افعال و کلام معلل بالاغراض است قبل آخونده یعنی هر هر کاری که میکنه یک غرزی یک مقصد پشتش هست اگر اونا این کار را بخواهد افغانستان را کمک بکنه تا امریکا با اونا کمک بکنه یا با اونا همراهی نشان بده در بعضی پروژه های کلانی که سطح بین المللی اونا دارن یا اگر کار باشه یک تعامل بدی نیست که اونا به افغانستان کمک بکنن در عوض هر کشوری به اونا کمک بکنن که اونا هم وضعش بهتر شد ما طرف داره ثبات و امنیت اونجاست. بله. آقای محقق، میخوایم در رابطه با کارکردهای شورای عالی صلح هم دیدگاه شما را داشته باشم که تا چی حد این شورا تانسته که برای ایجاد یک اجماع ملی در افغانستان کارش موثر باشد از نظر ما است که شورای عالی صلح اما از نگاه منشأش خود حکومت جور کرده حکومت شورا را جور کرده شخصیت ملی را جمع کرده و از نگاه منبع هم که پولش حکومت تلاش میکنه میتا دیگه و اما از نگاه حوزه عمل تا یک حد در میتونه او آزادی داشته باشه. شبیه کمیسیون حقوق بشر، شبیه کمیسیون مستقل انتخابات، این از اون نوع استقلال است که از نگاه منبع وابسته به حکومت هستن منابع مالی و امنیتی از نگاه خود تشکیلات هم حکومت جور میکنه اما اوزی عمل و کارشون تا یک حد داره به طور نسبی آزاد هست اما که بگم صد فصد آزاد است خود یک شعار مم. است دیاره. و برای ساخت یک اجماع ملی آیا کار کرد و تلاششان معصر باقی شده؟ نه او سطح نیست باست سطح که باست تمام احزاب سیاسی و جرانه سیاسی بیاید جمع شده و او یک چطر علایده کار داشت که او را ما جور کردیم دیگه اونا در اصلش به نواب کرزای رفت و دیگه همه جرانه های سیاسی واقعا این تیم که شما گفتین یک چتر منسجم ساختین که آقای کرزای هستند در رهبریش میتونه که نمایندگی از همه مردم افغانستان بکنن؟ ما گفته نمیدونم که نمایندگی از صد افغانستان ولی نمایندگی از یک بخش اعظم کلان افغانستان نمایندگی میکنه همین تیمی که رفته به روسیه ارگاه لوی جرگه مشورتی صلح تدویر پیدا کنه شما اشتراک میکنین؟ و همین تیم اشتراک میکنه؟ او البته باید مجزیاتش رو بفهمیم که اونجا کیهای اشتراک میکنن نه به انتخاب نمایندگان جیرگسول شرق هم است و آجندایش چی است؟ اینا را که ما بفهمیم دیگه منطقه ما اینطور که به قول مردم گسفن کور و کرکر رمه نخواد رفتیم حالا مشخصا گفتن که در رابطه به سال این اجماع و این لوی جرگه تدویر میشه مطور مشروع ما در جزیات کار نیستیم که چی میشه ولی باید... تا چی حد فکر میکنید که تدبیر لوی جرگه مشورتی صلح میتونه دیدگاه ها را از سراسر افغانستان از مخالفین سیاسی شروع تا به حکومت تا به مردم عام افغانستان و نماینده های مردم منسجم تر بسازه دا این باید داینده روشن شوه که گفتم که چه کسانی حضور پیدا میکنن و چه اجنده را دنبال میکن خوی محقق برای شما مهم کدام مسئله و موضوع است فعلا انتخابات و یا صلح برای ما سلح انتخابات به موازات هم مهم است اما اگر در تقابل هم بیاین چی؟ در تقابل هم اگر بیاین که قدم اول سلح شود باز میتونیم که انتخابات یک کمک زمانش عقب بکشیم که اگر طالب هم بیاید وارد قضیه شوند یکان اونو اونا بیشتر هم کردیم یک داری اداری که مشترک از هر دو طرف باشه که اونا اعتماد کنند باز وقت میشه که کمی تفاوت هرگاه تلاش های صلح به درازا بکشه و ما شاهد برگزاری انتخابات باشیم تا چی حد فکر میکنید که ما یک انتخابات سرتاسری با تحولات که امروز هم ما شاهد هستیم در کمیسیون مستقل انتخابات و اون که در انتخابات مجلس نمایندگان گذشت تا چی حد باورمندی وجود داره که انتخابات ریاست جمهوری متفاوت از انتخابات مجلس نمایندگان برگزار خواهد شد اگر صلح در بین یقیناً که اگر انتخابات سراسری کاملا مطلوب نخواد بود اما میشه که تا یک حد داره قابل قبول باشه اما شرطی که تامین امنیت شود در این حکومت حال تسلط داره میشه که یک به اصطلاح مردم یک روز چلانی شود یک دموکراسی مشق شود قوی محقق، چرا رئیس جمهور شما را از وظیفه‌تان برکنار کرد و شما نپذیرفتید؟ او دیگه مربوط به خود رئیس جمهور است و هر گویی که دیگه حساب شاد شده کار میکنه دیگه او ولی او یک چیزی است که ما مطابق توافقنامه حکومت وحدت ملی به اون ماده که او تعیین شده به اون ماده دکتر عبدالله معاون نیش شده و ایره حق نداره که او برکنار رابطه تان با رئیس جمهور غنی چیگونه است پس از این تصمیمشان در قسمت برکناری شما آیا با اونا دیدن و خیر؟ ما که وقتی که مرا او قصد برکناری من نداشتم موضوع از وقت نمیدیدیم سی ملو چو رحمت از بالی هم تیر میشتیم سلام علیکم و علیک سلام <متصفح> حالا من و در نهایت فکر میکنید که راه اساسی برای نتیجه بخش ساختن گفتگوهای های افغانستان و برای این که همه دیدگاه ها پیدا کنن و دستاورت های 18 سال گذشته هم حفظ شود چی بوده میتونه؟ او راه حل شنیم تف... گفتمان بین الافغانی است اگر که حکومت هم, هم شریک باشه بله خب ما میخوایم می از حکومت شریک باشه با که حکومت میخواید که دیگار را تحریم کنه خودش تحریم شده میره این امی کارایی کرده خودش خود تحریم کرده چهار طرف قط کرده با هم میگیره و قطع کرده یعنی هر کس دمو تیمش نبوده دمو تیم محدود که دمو تیم جوان نمیشه هر کس و آن خلاص باودش منش بله. شما لقل تلاش تلاش میکنین که حکومت افغانستان هم شریک باشه در این بله گفتگوها هم. بله ما در مسکه هم گفتیم در خودش خود گفتیم که خواهش ما است که طالب من اطاف نشان بده که حکومت قدش مذاکره کنه و حکومت هم تلاش کنه که نماینده خود رو آن کنه و چقدر خوشبینه به تلاش های بعدی آمریکا و روسیه ها کشورهای منطقه هستن برای گفتگوهای صلح افغانستان من از نزدیک حکومت چه اشتراک بکنه نکنه واقعیت از این جامعه هست. از یکی که فکرشان بسیار محدود و مستبدانه هست. ما فکر میکنم که بسیار مشکلات سر زیر پای حکومت می باشه و هر جای سال چالش کشیده میشه دست حکومت در اونجا هست. بله. آقای محمد معقق ممنون از زورتان. تشکر شما سلامت.